آقای محترم مزاحم نشین، اینجا محل کاره. شما رو بهتون بگم، من قصد ازدواج ندارم. شما تشریف بیارین، خانم مدبر کرسی خوبی به شما معرفی میکنن. بله، خداحافظ. سلام. سلام، بفرمایید. وقت مشاوره داشتم به اسم گلشن راز. بابا چه اسمی قشنگی، منم مهری هستم. یعنی چه؟ این اداها چیه در میاره؟ جمع کن خودتو. بابا من چی گفتم که توهین میکنید؟ لا اله الا الله، با من اینقدر دهن به دهن نذار. جای مشاوره کجاست؟ شما بفرمایید، من هماهنگ میکنم. الو لیلی جون، مراجعه کننده داریم. حتما هانی، بفرمایید. خانم مدبر منتظرتون هستن. خیلی خیلی خوش اومدید، بفرمایید. من چه کمکی میتونم خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، من یه دختر ترشیده دارم، به خاطر اون اومدم. به به، چه پدر روشن فکری. خواهش میکنم، دیگه چاره نداشتیم. خب از شرایط دختر خانمتون برام بگید. شرایط هیچ شرط شروطی نداره. یه پسر باشه، اینه بگیره ببره. خب یه بیوگرافی مختصر از دختر خانمتون به من میگی؟ سونوگرافی؟ اصلا ازدواج نکرده هنوز؟ نه، مشخصاتش. آها، مشخصات. عرض کنم خدمت شما، اسمش عسله، دیپلمه است، نازش 40 سالشه. بارزترین نکته منفی که در تمام خواستگاران همین عسل خانم دیده میشه چی بوده؟ والا چه عرض کنم، تا به حال اصلا خواستگار نداشتین. خواستگار نداشته؟ در این زمینه یعنی هیچ اقدامی نکردین؟ بخت‌گشایی کردم. آره. خب شاید اصلا خودشون رغبتی به ازدواج ندارن. اتفاقا از 3 سالگی هر شب با لباس عروسه میخوابه. اصلا این لباس عروسه عقده شده براش. الان مدلینگ عروسه. عکسشو داریم بهم نشون بدین؟ عکسش چرا؟ بفهمید. مشکله، ولی اصلا شبیه خودتون نیست. چرا؟ اتفاقا فتوکپی خودم بود. بفهمید. کوبیت همه زاشو بازسازی کرد. من نمیدونم خانوما چه علاقه به عمل دارن. برای اینکه اصلا مشخصه دیگه. خب بفرمایید، من هدف عسل خانم از ازدواج چیه؟ هدف عرض کنم خدمت شما، هدف میخواد شوهر کنه. هدف من خودم هدفمندم. رفتم دکتر، به خاطر اینکه افسردگیم دکتر تجویز کردش من زن بگیرم. زن نداری؟ عمرشو داده به شما. گرل فرند چطور؟ دلفین چیه؟ دوست دختر. گناهه. ماشینتون چیه؟ بنز مدل آخر سیستم. منزل کجاست؟ بالا شهره. دقیقا کجاش؟ فرشته. کارتون چیه؟ شغلم من انبوه‌سازم، از این ساختمان‌های آنچنانه. آره، برج میسازم، تو برسم. بعد مریضی، کسالتی، چیزی؟ والا رفتم دکتر، به من از نظرش سالم بودم 20 داده. قرص مرسینم که میل نمی کنیم. خانم قرصی، من اصلا سیگارم نمی ششم. عزیزم خیلی خوب. یه مقدار به شما نزدیکتر بشم که بیشتر بشناسمتون. عرض کنم خدمتون، اگر کیس مورد نظری ندارین، من براتون میتونم یه فایل جداگونه باز کنم. کار ما از فایل گذشته، ما باید تو روزنامه آگهی بدیم. نه اتفاقا ماشاءالله شما اینقدر جذابین از درک من، اینطور من فکر کردم دنیل دی‌لوئیس اومد. خواهش. دنی؟ دنی. آها، از اون لحاظ اون بار اول جذابیت بودین، بعد دست و پا در اومدین. خواهش می‌کنم. من از شما خواهش می‌کنم روی فایل دخترم اورجینال اورژانس کار کنید. بعدن هم روی من فایل باز. فقط ما اگر کار اورژانسی بخوایم بکنیم یه مقدار هزینه بره. نو پرابلم. اصلا چتم پره، هیچ نگران خرج عروسی و نمیدونم ماشین و خونه و زندگی نباشه. من همه خرجا رو متقبل میشم، خودم انجام میدم. شما خیلی عالی. چیزی میل دارین بگم براتون بیارم؟ شانکان. مهری جان، یه سانشاین، یه میلک شیک، نسکافه، شربت برای آقا، یه لیوان آب خنکم برای من. فقط زود. آه، چه گرمیه.
یه روز میرفتم به خونه، نرسیده به توپ خونه، سر سرای لاله‌زار دیدم یکی میزنه جار، گلپونه و نعناپونه، هر یه فالش یه قرونه، تو را بهش ناخلی نه ناتلخونه، بودو بابا جون فالی قرونه. ناچ آخا جون یعنی چی ناچ؟ ناچ بابا امون نصرت، من کلی رو حرف شما حساب کردم. من یه همچین قولی ندادم. آخا جون نگی نگفتی روبروی تلویزیون داشتی فوتبال چی بود؟ کجا و کجا بود؟ بازی دوستانه سنت نفت آبادان و برزیل بود. یادم همون موقع قول دادین. من دیگه اوزام انقدرام بیریخ نشده که این حرفا یادم نیاد. خب شده دیگه آقا جون، ما که به شما دروغ نمیگیم. خب تو اصلا تقصیر ما چیه که شما آلزایمر گرفتید؟ لیلا بس لیلا، چه مسئله رو عاطفیش میکنی؟ عمو جون ببین نتیجه اون بازی چند چند شد؟ میخوام بدونم بازی صنعت نفت آبادان با برزیل چند چند شد؟ مساوی شدن. مساوی شد؟ آره درست گفت. نه 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 نه, نه دیگه، صنعت نفت آبادان 10 تا گل زد به برزیل، یه ملتی رو غرق در شادی کرد. پس چطور من یادم نی؟ خب شما برد و باخت براتون مهم نیست، شما این اصلش هم مسابقه براتون مهمه. بعدم شما یه مقداری اگه به جای این دودمود و این چیزا داروهاتون رو سر موقع بخونی، خودتون یه پا قهرمان میشین. همون شد 6. ماشالله آفرین آفرین آقا جون آفرین. نادر حواست باشه بخش انگیز نیاد. حواسم از گوشام تیزه بیاد. 6. اصلا شما بگو 8، بگو 10، شما لیاقتت بالاتر از این حرفاست. اما نصرت شما که غریبه نیستی به جون عزیز من، با این رفیقم که کارمند بانکه صحبت کردم، کلی خواهش کردم، التماس کردم، گفتم این وام ما رو بندازه تو لیست طرح عید قدیر که سر 24 ساعت پول تو حسابمون باشه. اگه شما این فرصت رو ندی بگی نوچ، خب هیچی دیگه، زبونم لال، این پول میره برای خرج کفن و دفن جفتمون. دور از جون. کی؟ من یا عمو جون؟ آقا جون اون که ایشالله سایهشون 100 سال بالا سر ما باشه. من اصلا دارم میگم یه حقیقتی، آقا مرگ حق، اصلا من خودم میگم. ولی راست میگه آقا جون، نوه زنداداش پدر شوهر کوکب میگه وام ازدواجمون دیر جو شد، خرج جشن خدسون پسر دومش شد. یعنی فهمیدین چی شد؟ یعنی اون پولی که بعد با اون شور و هیجان تو اون مراسم عروسیشون خرج میشد، اومد خورد به یه جای دیگه شون. من قد چشام به تو اعتماد دارم لیلا، وقتی حرفی رو که میگی من زدم، خب حتما زدم دیگه. باشه قبول، دل که روی دل بیفتد عشق حاکم می شود، پس به حکم عشق بازی می کنی. الهی من فداتون شم آقا جون. مبارکت باشه بابا. اما نصرت خیلی مردی، یعنی میدونی مردونگی چرا تو این شهر کم شده؟ چون همه رو یه جا خودتون قبضه کردی. خیلی مردی. راست بگی خیلی مردم. آره آره تو بگو بینم این وسط چی به ما میرسه. من میدونستم میخواین اینو بگین. میدونی چی میرسه؟ عاقبت به خیری اولادتون. من عاشق بوغلمونم. آ دیروز چی میگفت عاشق من، حالا چطور شد؟ منظورم نیه عاشق بوغلمونم. آها مرسی بیبی. پس اون همه چی میگفت عاشق فیزتم شبیه بوغلمونم ها؟ جذاب. دنی جونه چان دنی عید قدیرم که اومد، پس ما کی عقد کنیم؟ یه ریلیشنشیپی چیزی بذاریم تو پیجمون؟ عزیزم یه شمه دندون رو زگر بذار کار بارم، یه شمه بخوابه چشم ریلکسیشن هم میکنه. خودت هم میدونی به خاطر عسل داری عروسیمون رو عقب میندازی. عزیزم بچه همه دیگه چی کارش کنم؟ اون خودشو ملکه خونه میدونه، خدای نشرده از برنامه ما بوی ببره میره از اون بالای ساختمان خودش میاندازه زمین، اینی گوشت کوبیده میشه. خودت میدونه چیه دوتا ملکه در یک اگلم اصلا نمیگنجه.
خب پس واسه خونه مجردی بگیر. نه منه؟ نه منه. منم اجازه بریم از گیرتیم بوش لحجانم کسیم مردنده سوزن من دانشستان دوستم نداری. بشین کجا میری؟ من هم سیر نشدم. برو بابا گیت من دایان جالم منده. بینید چرا اینطوری میکنید؟ عزیزم مگه من چی گفتم؟ ببخشید من اشتباه کردم. خواه آدم من از این قایم موشک بازی خسته شدم. دلم میخواد عشقم به تو عمیق‌تر بشه. عزیزم عمیقش کن، من چه دوست دارم. چطوری؟ تو مگه به من قول ندادی عید قدیر میریم سر خونه زندگیمون؟ به شما توضیح دادم، گفتم چه اصلتون ازدواج نکنه ما نمیتونیم ازدواج کنیم. ایوا خب اومده و هیچ وقت اصل خانمو کسی نگرفت. من باید تا آخر عمرم بلا تکلیف بمونم؟ خیلی هم دلشون بخواد مگه اصل من چشه؟ خب دلشون نمیخواد. باباشون میدونی من به چند تا مؤسسه سپردم، چند تا نیروی فوق العاده برای پرزنت دخترتو استخدام کردم، نمیخوان دریغ از یک داوطلب. ای وای ای وای حالا نداره اینجوری نکن دیگه. قادر جان ازدواج یه قسمته، شاید هنوز قسمت نشده اصل خانم ازدواج کنه. خدا برای هر کسی تو این دنیا یه جفت آفریده. حالا چه خاکی تو سرم بریزم من؟ هیچی، به من گوش کن. من و تو میریم محضر بدون اینکه هیچ کس بفهمه ازدواجمون رو رسمی میکنیم. خب موقتا هم میریم خونه من تا حالا اصل خانم وقتش باز شه. اوکی؟ اوکی بی اوکی. به جب جوشیش بازم میدرسم دیر یا زود میبری قهرمان. من رفتم. کجا رد کن بیا؟ چیو؟ گوشی رو. گوشی برای چی؟ سری گوشی بازی کردی باختی؟ من با شما بازی کردم؟ بله مورمش که تو بودی. نه گوشی وسیله شخصی بل. شوخی نکنی. گوشی رو بده به من. ببین میخوام به فتا زنگ بزنم فردا بری دفترخونه برای یادم میره. نادر گوشو بده آقا جون، بده به برمیگردونه. قول میدی زنگ زدی برگردونی؟ نه بهت برمیگردونی. میگه نه نمیدی؟ نه نمیدم. بذار چنگیز بیار. بابا اما نگرش با دارم چنگیز بیار. آقا جون تو باشه بیار. نادر شرم پر کن. نمیخوام اصلا بذار چنگیز بیار. نه آقا جون بیار. بیار مال شما بیار. گوشو مال شما. نادر خوش به حالشون، نه آب و هواشون هم با ما فرق میکنه دیگه. ازم بالا شهر دیگه، اینجا هم مشکلات خودش داره. وای بی ام وی رو نگاه کن. یه ذره بچه سا. من میگم با این اصلا ما به هیچ از آرزوهامو نمیرسیم. فکر نمی کنم خوشبخت بشیم. اصلا ذهنیت رو به مادیات نده. من حساب کردم ببین از سر سال وقتی 200 هم به حقوقم اضافه شه، تازه جدا از حق مسکن و خاروبار و سنوات و این چیزا، خب نفری 162,435 تومن به هر اولاد دوقلوم میدن، تازه حق یارانه اونا نفری 45,500 تومنه. خب به هر کدوم از اونا هم نفری 1,000,000 وام نوزاد میدن، میشه 2,000,000. خب دیگه مسکن مهرم که ثبت نام کردیم، این زاغارتی هم که دیگه میخوام عوضش کنم، میرم طرح تعویض خودرو میدم عوض میکنم، یه پراید خشک مامان میگیرم. خب تازه ببین این سبد کالا یارانه خودمون یه سری اشانتیونا میتره کنه. خیلی خوبه. مسافرت های مختلف میریم سد کرج، سد لطیان، سد دس و سد هایی که در دست احداث هست. خیلی خوش میگذره، یه زندگی لاکچری تمیز به هم میزنیم. عشقه. لاکچری که خیلی خوبه. میگم نادر این وام ازدواجی که اومد تو حسابمون بریم یه دونه ویدیو پروژکشن بخریم. لیلا لیلا ببین اصلا قبر این پولو نکن. ببین ما باید اینو 6 ماه بخوامیم توی حساب دیگه، از روی سپردش وام بگیریم، یه قوطی کبریت اجاره کنیم، تو اون زندگی کنیم تا خونه اصلی خودمون آماده شه بریم راحت توش بشینیم. ان شاءالله میگم منم دارم میگم ان شاءالله. اگه بدونی کوکب با چه آب و تابی از پردش حرف میزد، میدونی چه جوریه؟ کوکب خانم خیلی محترمه. من برای چی باید بدونم؟ میگه از کجا تا کجا پرده زده، هر وقت داره فیلم نگاه میکنه انگار وسط بغل رضا وایساده. خوش به حالش رضا گلزار دیگه. ای بابا لیلا برای چی بازیگر به اسم کوچیک صدا میکنی؟ بگه پسر خالته.
جوران پدر جمال سر من بایستدین کاری دارین؟ اونا کار را بیندازی برم کار دارم همه کار دارم پدر جان موقتی یا دائم؟ موقت شوگر دادی زدی یا شرش بفرمین بشینی صداتون میخوام اصل جفتگیری دیگه همه ریختن مطمئن باش من تو رو به خاطر خودت میخوام نه به خاطر پول و سرمایه‌ات خب بیم ثابت کن مدل ما تو عوض کن مدل ماهامو با تو هر جور که تو دوست داشته باشه هر مالی که تو بخوای در میارم خب خیلی خوشحال شدم چقدر خوشتیب شدی من همیشه همینجور بودم از تفولیت کن چل بار کرا بود راستی دایی میگه قرص هفته چقدر برام فرستاده هر روز میخورم روز 3-4 سانت اضافه میکنم این تو آخر سال هم قد من میشه دیگه آره دیگه اینه گفتم چه خبره چه شلوغه اینجا دنی چی میدن آقا اینجا چیزی نمیدن همه شون اومدن دنبال زندگیشون پدر رو مرزیده آقا جا عزیز من بود دو برو تای صف بایستا برو تای صف پایینده باش مسخرت آقا منطقه باش کجای لباس من دیدم مسخر است سر پیری مرش جیدی دمی آجا پیر من اعترافشو داشته باش بول بگم پیر من اینجا چیکار میکنه آقا برو آقا پیر من چه خلبه بیدی بیدی آقا نباش کنار بایستا دنی جان بگه خود وای پیری چه کولی بازی در آورد دیدی خیلی شلوغه دلی من بعید میدونم خلوت‌تر از اینجا پیدا بشه مگه ندیده چی گفتن خجالت کشیدم من میدونم دیگه عید قدیره دیگه همه جا همینه همم کارشون گیره پس فردام نه که تعطیل رفت دیگه تا شنبه یه قالیشو بکنی تموم شه دیگه باشه مجبورم دیگه آره لیلا هنوزم ناراحتی؟ با گفتم ببخشید دیگه اینو ببخشم بقیه غم غصامو چی کار کنم؟ یا اصلا همه غم غصات بخور تو فرق سرم خدا نکنه خب نادر خب دلم میسوزه دیگه شب عروسی هیچ کس یه نفر نیست که انقدر لیلی لیلی کنه اینقدر قریبونه اینقدر تگ و تنها ای بابا تو فکر کن الان 4 تا کس و کارمونم اینجا بودن سود میزدن دست میزدن چی فکر میکنی کلولش و این 30,000 تومان بیشتر شبا شم نمیکردیم آقا خواهش کردم یه مقدار سکوت رو رعایت کنی من اینجا دارم مینویسم یه واف کم بشه وقت بلند میشی میری سفر هتل راتون نمیده اون وقت کارتون گیر میشه برمیگردی همینجا آقا یه دقیقه ساکت دیگه توفته این شانس چرا چی شکر ندارم آقا چرا دخترم من نباید قاطی نباشم ای بابا از اون جهان شما برو یه نگاه به صورت خانوما بکن ببین کدومشون شکل دخترتون خودشونو درست کردن خب منطقی باش دنی جان منطقی کدومه اصلا تو نمیدونی درد بسی من چی بود با درد نمنده نی از شلوغ نیستم با این اصلا از بچگی نمیخواست گیافش گیافه من باشه رفته همه زاش داده بازسازی کردن عمل زرایی کردن حالا شده میمون از خداشم باشه شکل تو باشه تو گوله نمکی سن از اون حامدان گزل سن سن از سیفی یورو بخند دیگه اه بخند سوسک شو یه بار سوسک شو جون لیلی سوسک شو بالدار سنزاب شو اینجا چه خبره؟ چرا انقدر شلوغ کردی؟ سلام آقا نیست فردا عید قدیره پس فردا پنجشنبه است همون بر جمعه است این سه روز یه خورده تنگم بین و تعطیلی و اینا مردم هم کردم فصل سرماست گرش پیدا کردم به ازدواج رو هم حساب شلوغ شده پس یه کاری بکن دایما رو بفرست داخل چشم آقا شما بفرمایید تو اتاق منو میفرستم خدمت در ضمن بگو در پایینم ببنده کسی داخل نشه حشمت جان در پایین رو ببنده یه کسی رو راه نده ببخشید خب اون عزیزانی که عقد دائم هستن مدارکاشون رو بیارن فقط اونا که دائمن ها نه اینجا خاطره تعریف کنن ازم بریم دیگه دارم فکرامو میکنم چی فکرامو میکنم گفتم ببخشید با بریم صدا که گفت دائمی ها بیا سلام سلام آقا فتح از چرا انقدر دیر اومدین تو صف بودیم ببخش آقا فتح بفرمایید کوکب خانم خیلی سلام رسوندن کوکب خانم خندید بودو این بله خندیدم سلام رسوندن بودو آجی منتظر یه رو بتون نشسته شما اگه دائمین بیاین دیگه
بله. سلام علیکم. هول میده. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ بفرمایید. گوشی رقه دائمی هستی؟ بله دائمی. الان می نویسم میدم. باش. با مادر زنتون؟ آقا تمرکز داشته باش. همسرتون فوت کردن؟ ببینید چون این مسئله انقلاب داره شما لطف کنید تشریف فرمایید خدا حاج آقا راهنماییتون میکنه. نخه الان نیستم. آقا تمرکز داشته باش. چشش. خب اگه تو راضی اون راضی که دیگه چرا اینجا زنگ زدی؟ شیر چه آدمی افتاده. شما دائمی دیگه؟ من بفهمید. آه هیچ عجله نکن حاج آقا تو منتظرتونه بریم اونجا من الان مینویسم میارم سریع خیلی ممنون من هم از زیاد بس شما در نکنی خدا حافظ بفرما قول میزدی آقا جون بگه که ما رو آقا ما رو گیر اومدی من بگه من رو اونجا در کنم اونجا در کنم اونجا در کنم ای بابا اینا که تای صف بودن که عزیز من قربونه تو برم اینا عقد دائمن اینو با یه بله سرتاشو هم میان یعنی چی مسخره کردن از صبح تا حالا اینجا وایسادین ما پرواز داریم قربونت برم من آقا یه لحظه اجازه بده یه سیگه حاج آقا اسامی زوجین ماشینم اومده دنبالتون بسیار خوب سرگن جمع جورش کنید منم با اقوامم رو دروسی دارم الانم دیر شده باید اونجا باشم هر کاری میکنید سریع میخوام برم بله آج آقا یه دو جفت های میان این شونو یه جفت دیگه هم دمی دارم بقیه هم موقعت هم خودم کارشون رو میندازم خدا خیلی بده شما پس یه لطفی بکنه حالا که دیر اومدین دیگه عروس هفته گل بچینه و داماد حرکت بزنه و قشون قبین شونو هرچی خواستیم بیاین تو خونتون یه بله بگی آج آقا کار داره میبینین که باش آقا فتح باشه مجدت آج آقا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خب آقایون خانم ها تشریف بیارید داخل همتون تشریف بیارید داخل سر صدا نکنید خواهر من منم صبح دادم اینجا غیر که نمیدم کار شما رو دارم را میندازم آقا تشریف بیارید داخل یه بار میگم دیگه جون ندارم ببینید حاج آقای ما امروز یه مقدار درگیره برای که تصدیق در وقت بشه سری کار همتون انجام بشه خواهش میکنم سکوت رو رعایت کنید تا یه ساعت کار همتون رو بندازم بریم به صفاتون برسید سه تا صف اینجا تشکیل بدین یه ماه سه ماه مدت دار دیگه تکرار نمیکنم ها یه ماه سه ماه مدت دار حشمت تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدیم اینجا هر چی تشون باس ما مگه تچینی ما اومدم این تش من میمونم برو به چایید برس بابا خب من فقط برای استفاده از تعطیلات میخوام یه چند روزی پشت سر هم تعطیل شما به همه مدل تعطیلاتتون میرسی الان کار شما رو انجام میدم بذار جون شما مایی تو مدت دار نبودی نه قربونت برم اومدیم توی این چند وقته برای آشنایی قربونت برم با مگه تو نگفتی دائم این چه وضعشه خاک تو سری ببون درست میشه خانم بچه برو دنبالش ناراحتش کردی مدارکش نباشه من سیغه نمیتونم بکنم از بفهم. صبح تالا واسین پام درد میکنه برگردم محفوظه بفهم محفوظه آقا بابا قهر کرد رفت فلای میرم آقا جون خیلی درد بشه برش میگردونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر زشته آقای رئیس ما آشنای کوکب خانم اینا هستیم و کارو ما نگه میشه زودتر را بندازیم چند سالته؟ 27 سال به اندازه سن تو پسر جان سابقه کار دارم فکر میکنی با عجله آخر وقت میای میتونی سر منو کلا بذاری بری؟ ببخشید من غلط کنم برای چی؟ حیف جوونی نیست بری پشت میله‌های زندان پشت میله‌های زندان؟ برای چی؟ واسه فریب کارمند دولت ما چی میگی این فریب کارمند دولت چیه؟ ما این همه اومدیم وام بگیریم یه کار غلطی نکردیم که خانم اسم شما چیه؟ لیلا گلشن چند سالتونه؟ من 25 سالمه پس این چیه اینجا نوشته؟ مادر چی نوشته؟ یار من باخ من باخ چک بزنی میگم آه یار من باخ من باخ چک بزنی میگم آه هارا گیدیر سن جون من اینقدر چشمک نزن غمز کیلو کیف نچلون ازت میگیرم بزن یار من باخ من
همزه کیلو کیف نکلون ازت میگیرم بزن. رژیم دارم. بشکن عزیزم. نه نمیشکنم. بشکن. نه نمیشکنم. بشکن بشکنی. بشکن. بشکن بشکنی. بشکن. آخری ها. بگم لیلی نگاه کن موزیکسیان این رو میبینی چقدر قشنگ میزنن قشنگ میکنن. تو پیج نداری تو اینستا؟ چیز؟ میخوام یه عکس سلفی باشه مستمان بگیرم خب؟ بعد دوتایی همزمان با هم بذاریم اینستا. عزیزم بذارش شناسنامه با خود من بگیر دیگه. بذار اول این عکس رو اینجوری. آها اوف چه عکسی شد خیلی خوشگله. خب کپشن چی بذارم؟ نه من ها چی بنویسم زیر عکس؟ آها از اون لحاظ زیرش بنویس من و شناسنامه آقامو یه هول. خیلی خودمونیه پیجی مؤسسه است. یه چیز دیگه بگو. حال خوبی این روزهایم خیلی خزه. یه چیز دیگه بگو. نه فلش کن اصلا خزه تو بخور قاده شکور کرد دارم. میدونی من چیم؟ من یه پرندم خودم بنویسم درود با عشق آریایی شما هم میتوانید خوبه به ما ملحق شوید. چی را میخوای ملحق کنه؟ ما بعد از نهار کار داریم باید بریم خونه ها. عزیز دلم این یه پست تبلیغاتی واسه جذب اعضا. تو نمیدونی نمیدونی زمانی که فهمیدن من مجردم چقدر متقاضی ریزش پیدا کرد. حقم داشتم میگفتن مدیر مؤسسه‌ای که عرضه نداره واسه خودش شوهر پیدا کنه واسه ما چیکار میخواد بکنه. حالا میگه پس فردا سالگرد تاسیس مؤسسه است میخوام یک رونمایی همچین مشتی خفن از تو بکنم کیف کنی برگات بریزه. پس به خاطر همین بود خون منو کرد تو شیشه. هی میگفته تا عید قدر باید عروسی کنیم ها؟ دنی من دوست دارم. پیشرفت کاری من پیشرفت توه. بیا پست کار خودشو کرد. الان مدیر یکی از همون مؤسسه های رقیبه. ببین چجوری فیتیله پیچش میکنم. جانم سلام عرض شد. متشکرم از تبریکتون ایشالا عروسی شما. بله دیگه ما زدیم تو فاز ریلیشنشیپ و این حرفا. خواهش میکنم به هر حال مدیری مؤسسه بایدم بتونه کیس تاپ بزنه. نه عزیزم اشتباه میکنی. من خیلی سال از قادر جوانترم. اشتباه میکنی قربونت برم. آره عزیزم اشتباه میکنی اینجوری نیست قربونت برم. اشتباه اسم مگو سشتی یه چی کردم؟ چقدر بهت سپردم گفتم نادر جان قربونت برم. اینقدر از حواس پرتی آقا جونو من سوء استفاده نکن گناه داره. ما شما چیکار کردی؟ رفتی حرف تو دهنش گذاشتی؟ این شد خاک تو سریمون چون آهش ما رو گرفت. حالا طوری نشده که لیلا. طوری نشده. بابا دارم به فتا زنگ میزنم گوشیش نمیگیره. الان بهش میگم بیاد این آقا درم بیاره راستوریسش کنی. چی راستوریست کنه؟ شانس آوردی. اگه اون رئیس بانک اینقدر آدم درست حسابی نبود الان شما گوشه زندون بر دل باباتون آب خنک میخوردین. مجبور بودم زنگ بزنم به چنگیز بگم چنگیز. بابا اینقدر چنگیز واسه من راه ننداز لیلا. چنگیز اون رئیس بانک آدم باشعوری بود که فهمیدم مقصر نیستم. اگه داداش شما فهم داشته باشه اینو درک میکنه. چنگیز نادر جان چیه چته بگو لیلای تو کیه؟ خب توی دیگه کیه؟ خب منم همینو میگم دیگه عزیزم. الان اسم لیلای تو معلومه سو شناسمه کدوم مرد غریب است. نمیدونیم کیه چه شکلیه کارش چیه اصلا نمیدونیم الان کجاست. ای خدا راست میگی. حالا اونو چجوری پیداش کنم؟ آقا نزن اصلا خود خط خطی نکن نیست تعطیله.
چیکار کنیم؟ بی فایده است، یه قادرشون تعطیله. لیلی جان من نمیتونم تو رو از دست بدم عزیزم. عزیز دلم من مال تو. چرا چلو نیام؟ ما هنوز نامحرمیم. میگم یه زنگ بزن به این فتا به جواب میده. دارم میگیرمش. کفش و شهر خوشگله. چه داستانی شد به خدا. خب سیف کنین بیست صاحبه دونه دونه دونه. قادر اینا کیان اینجا؟ میشناسیشون؟ خیلی عذر میخوام، میتونم فامیلی شما رو بدونم؟ همسرشون هستم، بفرمایید. شما رو عرض نکردم، ایشونو گفتم. فامیلیتون چیه؟ فامیلی من رو برای چی میخواد؟ قاعدتا نمیخوام فامیلیتون رو بخورم. اگر ممکنه فقط به من بگید فامیلیتون چیه. گلشن چطور؟ ببخشید آقا، اسم و فامیلی شما به عنوان شوهر تو شناسنامه منه. نه من ها. جدا؟ ببخشید اسم شما چیه؟ مردی که حق باز تشکرد شهره هرتی نام ناموس مردم تو شناسنامه جا کردی؟ مگه من کردم؟ عاقده کرده. عاقده بی خود کرده. چه قابلش کن دیگه، درش گفتی کشتیش. الان آقا اسم شما مگه گلشن نیست؟ گلشن راست. گلشن راست. آره؟ قادره دیگه. بابا لیلا چند بار بگم اسم کوچیک سنا نکن. اصلا ببینم من بعد از شما شاکی باشم. نادر این چیه؟ اسپری؟ اسپری میزنی؟ خب ببینید نمیخوام با این اسپری بحثمون به تاخیر بیفته. بذارید منطقی باشیم. ببین اولا سلام عرض میکنم خدمت شما دو شخصیت محترم. این یه اشتباه تشابه اسمی من و شماست. گلشن گلشن. دیدی چی میگم؟ الان اسم دخترم هوی من اشتباه رفته تو شناسنامه شما. اون چه مسئله نیست؟ نادر. از اون طرف اسم همسر شما رفته تو شناسنامه من. به چک با ناموس مردم تو خیابان خلوت کردم؟ با کی؟ با ناموس مردم. برو بابا حالت خوش نیست، حرف دهنه تو بفهم. خودت حرف دهنه بفهم. هنوز من نشناختم من با چیم چیم. من با چیا کار دارم؟ با کیا کار داری؟ تیمسار سرلشکر سپه بود، رئیس جمهور، نخست وزیر. میده پدرت در میاره. بده ما یه عمر همینو میخوام. بده پدرم در بیارن. پدرم تو بند جرایم غیر عمد مالی اوینه. بده درش بیارن. فکرت من شوخی میکنم ها؟ آقا زنگ بزنیم به 110 بیاد حل کنه موضوعمونو. آقا جان زنگ بزن. زنگ بزن. نه 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 110 نه. دوستان عزیز بیاین با منطق حل کنیم. ببین من آبرو دارم، حیثیت دارم، طول عمرم پام به کلانتره نرسیده. شما دارین کشش میدی آخ. آقا عزیزم این حرفا چیه؟ بس فتا. الو آقا فتا. آقا قربونت برم. ببین ما چی گیری کردیم. آقا این چه اشتباهی بود شما کردین؟ آقا شما اشتباهاً مشخصات من و همسرمو زدین تو شناسنامه دو نفر دیگه. آره ما کی تا کی جلو محضر وایسادیم؟ آره اون دو نفر الان اینجان. من چه میدونم کیان آقا فتا؟ بگو جونم چیکار کنی؟ نوکرتم آقا فتا. تا شنبه نمیتونیم وایسی. اصلا ما وایسیم. شما که چنگیز رو میشناسی، اون وای نمیسته. چرا نتونیم بیام؟ شما آدرس بده ما میام. همین الان گوشی میگیریم میام. باشه نوکرتم آقا فتا. باشه خداحافظ. آقا روشن کن بریم لباسون. چی شده؟ این آقا فتا با این آقاده حاج آقایی که اینجا بود صحبت کرد. بریم گندی که به زندگیمون زدیم و راستوریز کنیم، اسمان رو جابجا کنیم. بریم. خیلی خوب خانم ها سوار شد. خوشت اومده. خانم رو چه حسابی سوار این ماشین شن؟ عزیز دلم با این ابو تیاره که نمیشه با این خانم رو برد. اولا دومن این خانم نامزده منه، قرار باش ازدواج کنم. سومن این خانمم همسر قانونی منه. قادر یقین نادر بلکن فقشو بلکن یه لحظه بیشتر بگیم ما صحبت کنیم. خیلی ممنون. چی شنیدم؟ چی فاصله بگیرید. فاصله بگیرید. برو اون بر فاصله بگیرید. چی شنیدم؟ به اسم کوچیک صدا کردی اینو؟ نه نادر. خب اینقدر باش کلکل میکنی و قهر میکنه میذاره میره. غلط میکنه. تو هم دفعه آخرت باشه. چشم نادر به نفعمونه ها. نادر لیلای تو کیه؟ آقا قبوله، فقط باید یه چیزی بدی من گرو با خودم ببرم. من گرو؟ چی داره میگه دختر؟ میخوام کار را بیفته. از این ماشین خوشت میاد؟ آخر سیستم ها میگم 25 باند نداره بوش کنی؟ نه تا باند بیشتر نداره. میگم فاده بنز بهتره یا مازراتی؟ بستگی داره چی کدومش دوست داره. حاجه تنه پراید بخری مگه
آره این آب تو مرش قیمتش چنده؟ خیلی هم گرونه. نادر به هم قول داده که وقتی ما ازدواجمون دور شد یه دونه خوشگل با ریش مرام بخره. عزیزم بیادت خود بیشتر از این هست. اگه مایل باشی بریم سنت نمایشگاه سنت ماشین ببین، بعدن هم میریم یه رستوران ایتالیایی اونجا یه غذا میخوریم. بازم خراب شد. میگه مردی که نخاله چرا برنگشت؟ چرا فکر میکنی برمیگرده؟ بهش نمیخورد انقدر کله خر باشه. خانم من دستم بهش برسه زندهش نمیزدم. انظورم لیلاست بابا، فکر میکنی برمیگرده؟ ببخشید بلا نسبت شما، مگه مغز خر خوردی که به اون دماغ بره؟ دماغشو چی کار داره؟ اون الان به 3000 تا سکه که مهرشه دلش خوشه. ببین خانم، سر به سر من نظر، من اعصاب درست حسابی ندارم. وقتی عصبی میشی جذابتر میشی. جمعش کن شماره رو بگی. خاموشه بابا، این خونش کدوم گوریه؟ بابا من خونشو بلد نیستم. خیلی دوست دارم حرفتو باور کنم، ولی با این حرکت فولی که شوهرت انجام داد عمرن. چرا اینجوری حرف میزنی با من ها؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگم من خونهشو بلد نیستم. اگه میخوای برو از اون دختر ترشیدش بپرس، از کس و کارش بپرس. چرا هم من میپرسی؟ ای داد میزنی. میگم ببخشید لیلی خانم، میگم که شما بهتون میاد خیلی باهوش باشین ها. من اینقدر آدم های باهوش خوشم میاد، اگه میشه یه مقدار به این هوشتون فشار بیارین، ما یه آدرسی نشونی چیزی از این مرتیکه پیدا کنیم. ببین نادر جون، واقعا نه اینکه خونشو بلد نباشم، آدرسش الان همراهم نیست. خب باشه من این لعنتی رو درست میکنم. بریم کجاست؟ بریم برداریم خونه. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. من همیشه راحت اصلا همیشه. امکان نداره. شما چرا اینجایی؟ سلام لیلی جون. تورمون کنسل شد. چرا؟ نمیدونم، همون بهتر، هوا اونجا سرد بود. خب میرفتین یه جای گرم. این همه آژانس این زنگ بزن یارو ببینم. بابا برم. بابای نازم کجا بودی؟ تبریک میگم لیلی جون. مرسی عزیزم، ایشالا عروسی خوب. اوی خدا زبونه بشم. انتخابی آسیه. میتونی یه سورپرایز بشه برای سالگرد مؤسسه. آره اوکازیون نادر، کلید طلایی برای رسوندن مؤسسه به اوج. میتره کنیم میری. ای با فکرم اسمش قادر باشی. جونم بیا، من بکر خانم خسته شدیم. بابا چی میگه تو؟ بابا کی؟ عزیزم بیا بابا خسته است. یه پایین شم، یه پایین. مگه چیکار کردی خسته شده؟ بالاخره دوندگی داری یه عروسی. باشه قول میدی من تنها نذاری؟ قول میده ماما، قول میده. آره برو آقا، اختلاف سنی من و شوهر مرحومم خیلی زیاد بود. این بچه اینجوری شد طفلی. بمیرم الهی براش. ببخشید این داداشتون یا پسرتون؟ پسرم. اصلا بهتون نمیخوره. چند سالشه؟ 25. فقط 2 سال من کوچیکتره. خانم چرا واقعیتو نگفتی من باباش نیست؟ دلش میشکست. چی دلش میشکست؟ من خودم سر یه اشتباه الان اینجا. نه شما به قسمت اعتقاد دارین، به نشانه ها اعتقاد دارین. چطور؟ چرا باید اسم شما تو شناسنامه من باشه؟ چرا؟ خانم اون یه اشتباه ثبتی بوده. نه اون 2 هفته پیش فال گرفتم، یارو گفت یکی میاد تو زندگیت از این رو به اون رو میشه، قلبتو تسخیر میکنه. خلابت همین آقا قادر رو گفته دیگه. نه مشخصاتش عین شما بود. کی گفت اینا؟ فالگیر. خانم بی خیال، این دستشویی کجاست؟ من دستم رو آب بزنم. ابتدای راه رو دستش. تا من میرم میام این دفتر دستکو نگاه کن، شما اون شوهر عوضی تو پیدا کن. جلو بچه فوش نده نادر. خانم خواهش می‌کنم منو به اسم کوچیک صدا نکن. باشه نادر. بابا عجب. چه علاقه دادم از بچه‌مون. بچه‌ها من میرم تو اتاق. نادر اگر اومد راه نمایش کنید تو سالن. 3000 میلیارد پول ماجرا. ستی نادست دکرده. یه جادوی
لیلی جون عجب انتخاب پرفکتی داره. مرد تو عمرم به این جذابی ندیده بودم. دیگه دوست ندارم باید قرم. وا من که حرف بدی نزدم هوشی. ببین درنتون بابای من بود دوست. ایش توفه یه ایک بیری. چیزی میخوری؟ نه اشتها ندارم. میگم این لیلی خانمتون کجا رفت؟ میادش چه عجله ای داری؟ یه سوال بفرمایید. عطر چیه؟ نه عطرش نزدم. محشره. الو سلام. ولی تشریف برن لیلی جون. قادر جونه چرا همچین میکنی؟ نمیدم. بده من میگم. نمیدم عزیزم جانم. الو شما؟ مرتی که حیوان تو کجایی؟ نادر جان تویی؟ من کلانتریم. کلانتری واسه چی؟ اومدم به دیدنه گرفتنمون دیگه. گرفتنتون؟ لیلا الان اونجاست؟ آره لیلا هم اینجاست. ببینم چه غلطی کردی گرفتنتون. هیچی بابا، دخترمو فهمی که ماشینتون پشت سر ما نیست، داد فریاد جهت مردم ریخ سر ما. باریکلا لیلا، میدونستم حواسش جمعه. خنک شد؟ قرض از مزاحمت نادر جان، شناسنامه خانم بفرست کلانتری، آدرس بنویس. باشه، حوله، مسواک، چیز دیگه لازم نداری؟ نه، بی زحمت همون شناسنامه رو بیاره کافیه. باشه، حالا وقت زیاده دیگه، بعد تعطیلات میارم. نادر جان، پس فردا بین تعطیلین میمونه برای شنبه. باشه بره تا شنبه. شنبه محضر باز میکنه، میریم اونجا مشکلمون رو حل میکنیم. عجب به خاطر من نمیه، به خاطر لیلا بیا. شما قصه لیلا رو نخور. به لطف گنگکاری چنگیز خان اون به حصر عادت داره. بعدم شما اونجا زیر سایه نیروهای غیور انتظامی باشین، خیال خود من راحت تره. میفهمی؟ نادر جان من غلط کردم، من اینجا نمیتونم دوام بیارم، حالم خرابه، یه کمکی بکن. الان نازی من تویه. قادر، قادر تو بابایی، سفت باش، محکم باش. رد میکنم همین الان. بیان. دلم خنک شد واقعا. ها عزیزم قربونت برم، تا دو وعده دیه، یا دو روز دیه، یا دو ماه دیه، یا دو سال دیه. حله حله اومدم بیرون از خجالت در میام. تو هم اینا رو باور کردی؟ حال منم بگیر، حال منو بگیر، حال منو بگیر، چرت و پرت رو حال منو بگیر. بعدم برات میگیرم. بیا عزیزم اینجا غریبی نکن، بیا اینجا بشین بینم، بیا فالت بگیرم. تو رو چرا گرفتن عزیزم؟ حتما مدرسه نرفته گرفتن و بردنش اینجا. نه بابا الان با یه پیر مرده گرفتن و بردنش اینجا. با پیر مرده بری؟ دمت گرم، بهت نمیخوره پیر مرد باز باشی، استاد دانشگاهه. فتانه آتشین، همونی که میخواد بره پیش خواهرش که خواننده شه. پاشو بیا بیرون. عزیز جون حواست باشه ها، یه وقت که آقا جون و چنگیز اومدن لو ندی ها. باشه باشه، چشم چشم، فقط پیغام منو به نادر برسون. باشه، خدافظ خدافظ. هر که گردد پاکی نمد، مرهم دلها شبد. راز نفست. هر که گردد پاکی نمد، مرهم دلها شبد. می که در خم صاف کردم، قابل مینا شبد. چند خود جنازه رو بابا، بو گند پات خفمون کرد. بابا یه هفته پیش شستم پامون. ببن بابا یه هفته پیش شستم. ببینم همون اسیا بردن از اینجا. فکر کنم با دختر گرفتنش. آره آخه خجالت نمیکشی؟ تو 90 سالته، اسرائیل دنبالت میگرده، پروندت گم کرده. دهن منو بکن. نجسی خوردی؟ بابا این نجسی خیلی بهتر از اینه که عین این بابا دخترای مردمو گول بزنی. حالا یکی با دختر خودت این کارو بکنه خوشت میاد؟ بابات خوشش میاد. اینا اهل زندگی و زن و بچه نیستن. من تو عمرم این همه سی دی دی وی دی فروختم، مثل این مبتذل ندیدم. سب کن سب کن، من الان درستش میکنم.
بابا جمع کن هفت این فاتو گردش خفمون کرد. سرکار سرکار بابا بیا ما را اینجا ورده ببر جای ما را عوض کن. من نمیخوام با این ناموستاز یه جا باشم. بس دیگه نشسته اینجا دنبال مردم حد در میارن. کم کم بزن. اون ناموس منه، زن منه، عشق منه، مال منه. آدره باشن عرب بلنش عرب یا سلام علیکم تنم سبا. سلام. با این سن و سالت خجالت نمیکشی زن مردم به زور سوار ماشینت کردی؟ جناب سبان این زن منه، من چه به شما شناسنامهش نشون دادم. آقا این شناسنامه به تنهایی چیزی رو ثابت نمیکنه. مدرکی شاهدی باید ارائه بدی که ثابت بکنه مشخصات این خانم با مشخصاتی که توی شناسنامهش یکیه. ایشون ادعا داره که شما به طرق مختلف ایشون اخفال کردی، بعد هم قصد ربایشش رو داشتی. چه جوابی داری بدی؟ جناب سبان اشتباه شده، من آدم آبرودار هستم، منطقه باشید. با آدم های گردن کلوب سر کار دارم، این وسط ها به من نمیچسبه. تمرکز داشته باشید. ساکت باش، اجازه بده من شکایت خانم آتشین رو بررسی کنم. شکایت؟ من خودم شاکیم، به من ظلم شده. جاسان خانم میبینی؟ نامزد قبلی ایشون با نامزد قبلی من نابود کردن. من نفقش میدم، مهریهش میدم. عقبم جام سوان، من عاشقشم، زندگیم همینه، همه چیزش میدم. بازداشت کن، نمیرم جام سوان، نمیرم جام سوان، من نمیرم بازداشت کن، من نمیرم بازداشت کن، من نمیرم. بفرمایید، دفعه دیگه خودم غذا درست میکنم. دفعه دیگه؟ هر دفعه. بابا با مهری بازی جدید تمرین کرده. بگو کارت خود را وارد کنید. کارت وارد کردم. رمز خود را وارد کنید. رمزم وارد کردم. کارت خود را بردارید. کارت بده. خانم بچه‌تون رو کنترل کنین دیگه. مامان نکنین کارا رو. میدونم. شما اون کاری که من گفتم اول انجام بده، بقیه کارا پیشکش اون شطور. میفهمی کیو میگم که؟ دلش میشکنه. بابا خب بشکنه خب. باشه دیگه، دارم میگم من خودم فردا پیگیری میکنم دیگه. بابا بیا بخور. کوچیک میمونی ها. بابا بعدش هم کشتی بازی کنی. الان داری چه غلطی میکنی؟ موشی جان زشته. باشه من بعدش هم پیگیری میکنم. بخورید حالا غذاتون رو. نم کی زنگ زد؟ ساکن باش دیگه. اوه گاو موزایی. چه با هم فکر یه دختره بود. الان چنگیز خان سلام. چرا خط نمیدی تو؟ این چه سیم کارت گوشیم خرابه دیگه. یه جا خط میده یه جا خط نمیده. چون میدونی چیه چنگیز خان، که البته من وظیفه‌ام بوده ولی این گوشی مدل بالا هم دادم به عمو جون. لیلا ما خبر نداری؟ لیلا؟ عمو جون مگه بهتون نگفت؟ نه چرا؟ آخه میدونی چیه چنگیز خان عزیز، یه ذره حالش بد شد، من بردمش بیمارستان، یعنی لیلا خانم با من اومد، بعد اونجا گفتن که همراه باش بمونه، بعد من اومدم بمونه گفتن نه همراه خانم باشه، بعد دیگه لیلا خانم زنگ زد از عمو اجازه گرفت گفتش که بمونه دستش درد نکنه، عمو هم اجازه داد. عزیز چه شده؟ هیچی، یه ذره ضعف جسمانی داره، خوب میشه ان شاء الله. خیلی خوب، گوشی رو بده لیلا. صدا قطع وصل میشه چنگیز خان. گوشی رو بده لیلا. آخه الان لیلا تو بخش زنان نمیشه که گوشی رو بهش بدم. میگم میخوای یه کاری کنم چنگیز خان. آهان دکترش اومد، دکترش اینجاست. الان گوشی میدم با دکتری صحبت کن. من نه، به جان نادر به جان من نمیتونم. خواهش میکنم نادر، نمیتونم. قول میدی که دلش نشکنی؟ قول میدی باباش بشی؟ خانم الان موقع این حرفا نیست که. قول میدی باباش بشی؟ چون اولین صحبت کن. قول میدی باشه صحبت کن. قول دادی یا؟ الو سلام، احوال شما؟ سلام خانم دکتر، خسته نباشید. خوب هستین؟ شما جناب چنگیز خان هستین؟ کوچیک شما، بله چطور مگه؟ بله حالتون چطوره، خوب هستین؟ ما تعریف شما رو خیلی شنیدیم، مادر بزرگتون، خواهرتون، اینقدر از شما تعریف کردن دیگه کل بیمارستان ما شما رو میشناسن. دکتر مدبر به بخش اورژانس. خوبی از خودتون خانم دکتر، شما هم از صوتتون معلومه خانم دکتر مهربون و زیبایی هستید. ببخشید من اورژانس کار دارم، خداحافظ. چقدر نیست؟ قطع کنید دیگه، شما هم چقدر حرف میزنید. شامی تو بخور. پس پس
راست میگه. حالا این یکی دست خودش نیست، ولی اون یکی همیشه میزنه شیشه پرت شه بیرون. این چرا اینجوری حرف میزنه؟ بیا شام تو بخور. چرا؟ چرا صداشو عوض میکنه این؟ دست خودش نیست. آجا تذکر بدین لیلی خانم. لیلی. با خانم بس کنید دیگه. من زنگ بزنم با عزیز هماهنگ کنم. یه موقع سوتی نده. الو عزیز. بهتون گفتم این دست اسرائیل فرار کرده. ببینم. مگه قرار نبود تو رو دارت بزنن؟ آقایان منطقه باشید، نزدیک صبح، بذار منم یه شب استراحت کنم. ای بابا جا نداریم. میگه میخوام بیام دراز بکشم. میگه منطق. ببین اینا رو گوش نکن، همونجا که وایستادی زهرشو بگیر. فقط حواست باشه اگه بشینی یا بخوای بخوابی خونت پای خودته. آره راست میگه، همونجوری وایسا صدات هم در نیاد. آقایان لااقل اجازه بدید من بشینم. مگه قاب عکسم میشینه؟ نه حرف اینا رو گوش نکن، همونجا که هستی بشین، اما اگه چشت رو هم بذاری یا اون وقت آب جوش خالی میکنم گلن. حواست باشی. نرو بابا نرو. بابا گوشم. بابا بابا چیه؟ من فقط دو سال ازت بزرگترم. برو اون و گوشیم کن. ای ای بابا نرو. بابا الو قلونگوری هستی؟ سلام علیکم چنگیز خان. میگم ملاقات چه ساعتیه؟ ملاقات با کی؟ توتی. بابا نرو عزیز. دیگه من الان یه مسافر در بس گرفتم، یه پدر و پسرم، اینا رو برسونم بعد میرم بیمارستان سوال میکنم. شما نمیخواد بیه زحمت نکشه چون امروز مرخص میشن. خب خبرم کن. باشه خبرشو میدم. خداحافظ شما. ای قادر گلشن راست، خدا خیلی دوستت داره. اصلا بزنم حالا حالا بمونی آب خونک بخوری. چته؟ باشو بچه هم باشو. خفش کن بابا. بابا غلط کردم. بابا بیا بقید. بابا برو من فقط دو سالت تو بزرگترم. خیلی خواه آروم بخواه. آروم بگی بخواه. بیا بقیدم هم احمدی من متوجه نشده. اجازه بده من یه ببینم. الان درستش میکن. خب شما تشریف بیارید اینجا. خانم شما بفهمید اونور باشین. آها بلاش. حالا درست شد. نه بازم متوجه نشدم. شما تمرکز داشتم. شما چی کار داری تمرکز ایشون؟ خب شما جاتون عوض کنیم با ایشون. شما بیان جلو. شما بیان جلو. من شما؟ یعنی چی جناب سرمان من ایشون؟ خب آقا من خودم میدونم دارم چی کار میکنم. شما تشویر این بر بایستین. شما تشویر اون بر بایستین. این درست. اینجا؟ نه نه شما اون بر بایستین. من خودم میدونم جان. حالا درست شد فکر کنم. حالا درست شد احمدی. بیا شانس هاشون رو بده، میتونم برن آزادن. خواستید اینم از کلانتری. یکی الان به من میگه تکلیف چیه؟ آقا جون تکلیف چیه؟ تکلیف مشخصه. هر کس با محرم خودش میره خونه تا شنبه. بفهمی خانم. ببین گلابی، فکر اینکه دوباره بخوام از دور زنگ کله پوت بیرون بیارم. خیلی خوب. حالا بگو ما چه غلطی بکنیم؟ این دو تا چه غلطی بکنن؟ درست صحبت کن. ازت شاکی ام.
یه چیزی بگو نادر، یه چیزی بگو. چی صدا میکنه ها؟ تذکر نمیدی؟ حالا مسئله خانوادگی شما دوتا به من چه ربطی داره؟ خانواده کش که چیه؟ من تو شناسنامه تو هم، تو الان شوهر منی، من زن تو هم. بابا بی خیال، خانم تو این موقعیت. ای بابا، من میگم تا قبل از اینکه چنگیز شر به پا بکنه، پاشیم بریم دم خونه ما، هر کی هر جا خواست بره. موافقم. میریم با خانواده شما ماشین نمیشیم. برو گلابی. قادر. خب دیگه. چی قادر؟ بری جفت رأسا میبینی. شما کوتاه بپوش آقا جون، چه جوری بریم الان؟ یکی بگه چی؟ گرو میذاریم. من میگم زنه جدا مردونه سوا. خیلی خوب بریم دیگه بفرم برو. کشکو این چه جوری میکنه اون تو روشن میکنه؟ اون کار نشته باشه، اون الکترون چیه؟ خیلی ممنون قادر جان. سوال آسان لیلا خانم. بابا نخو اسمشو میگم. خب آقای قادر گلشن دنی با منه؟ دنی خوشگله، بیا تو ماشین کارت دارم. چنگیز خان خیلی لطف کردی، خیلی مردی، خیلی بزرگی. به تو چه؟ واسه خاطر دیدن عزیز اومدم. میگم داداش قربونت برم، این قرصای آقا جون فراموشتون نشه. من نمیای اونم. من چرا میام؟ چون دکتر برای عزیز اسات مطلق نوشته. روی حساب گفتم یه سوپی آشی چیز درست کنم باش بعد بیام. نه نمیخواد، شما دیگه بنز کافی زحمت کشید لیلی خانم، بفرمایید. داداش اختیارش دست خودشه. باش بم. هر کاریو سلام میدونی همون انجام بده. چش داداش. هر چی سلام. خدافظ. به سلام. شکنه دستش. هیچی نه. ببین من گوش کن نادر جان، تو از اون قوی تری، همین بسه. داری مسخره میکنی؟ نه معلومه دیگه، ببریم. خواستم رندش کنم. خوب کپچت خروز میخونه خانم، قضیه پسره چیه؟ قضیه پسرم به تو ربطی نداره. چه آب زیر کاه بودی که من نفهمیدم؟ قضیه پسره که از من قایم کرد، سوء استفاده ابزار از من به خاطر مؤسسات، از احساسات من سوء استفاده کردی. شما دو نفر نمیخواید بگید اینجا چه خبره؟ هیچ معلوم هست داری چی کار میکنید؟ ببین عزیز الان وقت نداریم، خب شما نگران نباش، ما میریم برمیگردیم یه مفصل برای توضیح میدیم. الان باید بریم. بریم برید برید به سلامت. قربون عزیز گلم برم. قربونت برم خدا. قربونت برم دخترم، به سلامت. بریم بایست. بیا این بر بریم. چرا؟ سویچو بده. سویچ میخوای چیکار؟ یه دقیقه بده سویچو. بیا را بیف برو. نه اسمت، نه رسمت، نه پولت هیچ اهمیتی واسه من نداشت. پول چیرک دسته. ماشینتو بردم. دو دو نارنم هده ماشینمه. دو دو نارنم. چقدر داره کش میده. میگم هفه این عروسک نیه این مردی که پشتش بشینه. پشتش اومده از این ماشین ها آخر سیستمه. یه بدبخ اقربش تا پنجاتو بلد نبود بشموره، الان چسبیده به سخت. ببین میگم این هم جلوتر دور برگردون دور بزن که برگردیم دیگه، وقت نفیش من در رنا. برو حالا خوبه؟ آره خوبم، خیلی داشت بزن. ای قراره برگردی، حالشو گرفتی دیگه، بی خیالش شد. یه حالا شوخیه، یعنی همیشه اساسی حال این یارو جا بیارم. حالا بای سایر اینو قادر امانت داد به من. ای بابا این آدم ها رو به اسم کوچیک صدا میکنه. امانت امانت، این یارو شعور نداره. تا اصول اخلاق داری حرف میزنی، واسه چی بیخونی دفاع میکنه ازش؟ ما که شعور داریم، نباید این اونا باشیم که. ببین لیلا جون، نمیدونستی بدون،
اسم شما تو شناسنامه یاروه. 3000 تا سکم مهرت. زمین کمش کنم چی؟ بله 3000 تا سکه. خب فایدهش چیه؟ خودت گفتی تو قانون گفتن 14 تا بیشتر نمیدن. اون قانون منه که 14 تا مهرت کردم و نمیتونم بدم. یارو چپش پره ازش میگیری. بگو چجوری؟ چجوری؟ اینه دخترش مثل چی میترسه؟ دختره اگر بفهمه بابای رفته ازدواج کرده پوست کلشو میکنه. میفهمی؟ ما باید اینو دست بگیریم. قانون آخر سکه ها رو ازش بگیریم. اگر قبول نکرد تهدیدش میکنه میگیم میره به دختره میگه. بزن بغل من پیاده میشم. بزن بغل. تو داری من سوء استفاده میکنی. چه سوء استفاده ای؟ بابا این رقم برای اون چیزی نیست که لیلا. آفرین. لیلا تو کیه؟ تو. دیگه نیستم. عجب آدم بی ظرفیتی هستی. گفتم نگه دار. Fight! دوست تو این روزگاه این که میگن به شوهرت نناز به شبی بنده حکایت منه ها. دیدی شوهر دست گلم مثل ماهی از دستم سر خود رفت به همین راحتی. حالا قله موفقیت تو سرم بخوره شانس بیاریم در مؤسسه رو تخته نکنم. اومدیم شکار شوهر کنیم چی گیرمون اومد. شیشید کردن نیلی جون. میگم علل حساب این چندش رو نشونش بده لااقل آبروداری کردی. نه 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 این تیر خلاصمه. فکر کن به همه بگی مازراتی خریدم بعد یهو بیکان رو کنی اونم آبی. کسی این تو نیست؟ چرا یکی از تو این مهمونی های بالماکسی گرفتنش؟ مهمونی های بالماکسی؟ آره مثل اینکه قرص مرس زده. بارو تو تکونه خو تکونه خو چطه؟ تکونه چیه؟ تکونه چیه؟ ماره میزنم مازه با ما سر سرخان اینجا مار کنه تکونه خو خودم میکشمش بکشش تکونه خو بدتر میزنم ای ماره کسی این چیه؟ ماره سمیه دیگه. سرکار یا بیا این سلول ما رو عوض کن یا اینو ببر. ببین این جز من تا کسی تو این جزیره نیست. فقط یه هفته پیش یه کشتی هم اونجا رد شد. تو این جزیره؟ بله. تو کی اومدی؟ منم یه ما پیش این هواپیما افتاد. افتاد تو دریا من کشون کشون اومدم لب ساحل. میگم که بیا اینجا ببین. زورا جون این گروبان گارسیاتون رو کفن کنم من یه ماه الان نخوابیدم. خب تو برو اونجا بشین خب کنار ساحل اون دور دست رو نگاه کن. اگه دیدی یه چراغ چیزی همینجوری سوسو زد با همین مارت علامت بده. خب بیان ما رو نجات بدن. خب بعد یه ماه دیگه منو بیدار کن بعد من یه ماه کشیک میدم تو بگی بخواب. فقط برو یه ماه بر نگرد. یه ماه مارم علامت فقط اون دو گرسنه چه دو تا نارگیل گذاشتم اونجا میتونی بخوری. باشه باشه هم داری میبینی دیگه. حالا میبینم ان اینا ای بیه این دوتا نارگیل بیه دوتا نارگیل یکی بر تو این نارگیل یه دونش برم برو یه ما بر نگردم. باش باش ما مارم زی مام فاشت تیشتا برم این بستنی بیا پسر بلند مامان زیاد اوکی نیست. حالا بلند شو یه تحرش بکن برو هم بستنه تو بخور هم برای بابازون یه بستنه بیار. آفرین ماشاءالله. مامان این بابا کنه رو نمیخوام بابا ناره میخوام یه نوشو برات میگیرم مامان. مگه بچه من یتیمی که تو براش پدری کنی؟ اینجا شده تنبل خونه شو عباسی. پاش برو بسته تو جمع کن برو در خونه خودتون بازی کن. لیلی جان منطقه باش اینجا خونه امید ماست عزیزم. شما بفهمین برین یه خونه امید دیگه پیدا کنی. من یادم نرفته چطوری دختره رو دیدی دست و پات اینجوری میلرزیدا. انسان یه موجود کمال طلبه. اصلا ذات انسان گرایش داره به طرف گزینه بهتر گرایش. مامان الو جانم خودم هستم گلشن راز. بله 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 همون شماره. خودم اعلام سرقتش کردم. پیدا شدی؟ دست شما در نکنه. حتما میام خدمت شما. خداحافظ. بچه ها ماشین پیدا شده. ببخشید جناب سروان مزاحم شد. آقای گلشن سعی کنید رضایت آقای گلشن رازو بگید. ولی تا شنبه مهمون ما هستی تا بفرستمتون برید دادسرا. این قضیه رو همینجا حل و فصلش کنید بره. آقای گلشن راز، آقای قادر گلشن راز، تشریف فیلم با تو کار دارم. چه؟
بفهمید. بفرمایید دم در بده. ببینم شما بچه خود زری به نفهمی؟ بله بله بله. بنده توی محضر خونه جلوی آقت برای ازدواج با شما بله گفتم؟ نه خیر. خب پس چطوری از یه مسئله سبتی اشتباه سبتی سو استفاده میکنی آقای محترم؟ یه همه چی جارو میزنی شوهر منی؟ گوش کن ببین چی میگم. الان میری شکایت تو پس میگیری، میگی دزدی ماشین یه شوخی بوده، وگرنه تا آخرین سکه مهریه‌مو که از حلقومت میکشم بیرون هیچ، میرم پیش دختر اکبریت پت پوته رو میریزم رو آب. حالا خود دانی. لیلا بیا. چنگ مسخره بود. خب شما آزاد برنامه چیه؟ وایسی تا این گوشی بالا بیاد من ببینم تو چه خبره. تقصیر توئه دنی. 64 بار چنگیز رو گوشیت زنگ زده. خاک بر سرم. کی تلفن چیه وای خدا سی تو دیگه. عزیزه. الو عزیز. چی میگه؟ سلام. چی میگه؟ چی میگه؟ قیافت تو اونجوری نه. باشه باشه نه نمیام. باش خیالت راحت. چی شده؟ بابا آقا جون رفته به چنگیز همه چی رو گفته. خاک بر سرم چیکار کنیم الان خدایا. بریم خونه. خونه برای چی؟ نباید اونجا آفتابیشیم تا آب از سیا بیفته. حداقل یه مسافرخونه جایی بریم. نه مسافرخونه کثیف بو میده خانم من پا نمیذارم. مسافرخونه چیه؟ ما برای مسائل امنیتی باید با هم باشیم تا تعطیلات تمام بشه بریم دفترخونه. موافقید؟ چیو موافقید؟ بریم ویلای من لاتشری بعد رسپشن شیپ هم بکنیم با هم. نه آقا جون دست شما درد نکنه خیلی ممنون. خودت جان قربونت برم من خلا شگو بریم دیگه. من لاشگو ویلای من نمیام. ویلای برای چی میام؟ ویلای تو کیه؟ تو لاکی برم لاشری میارم. اینا تو حبس کشیده خاصه. آقا قبوله. قبوله. فقط زنه جدا مردونه سبا. چی؟ قبول. بله. بگو شوهرت بیاد پایین. شوهرم کجا بود؟ با کی کار داری؟ قادر گلشن راز کلانتری نشونه اینجا رو داده. خب کارتون چی آقا؟ با خودش کار دارم آبجی. بگو بیاد پایین. نیستن آقا بفرمایی. ببین باش کاری ندارم، فقط میخوام ببینم داستانش با آبجی من چیه. بگو بیاد پایین. چی میگی برای خودت آبجی دیگه چیه؟ سب کن ببینم چی میگی. واو نایس تو میت یو. ما بیشتر. ببخشید اگر یه مقداری فرکانس صوتیم عوض شد به خاطر آیفونتون بود، خراب بود. نه شما ببخشید، ما هم صدای تیویمون بالا بود، بر همین یه ذره مجبور شدم صدامو ببرم بالا دیگه. ببخشید. ببخشید من قبلا جای شما رو ندیدم، چهرهتون خیلی آشناست. فکر نمی کنم، آخه ماشاءالله با این قد و بالایی که شما دارین اگه دیده بودمتون حتما توی ذهنم میموندی. ببخشید قدتون چنده؟ من 2.10 متر. 1.70. لولی لولی. ببخشید قبلا بهتون نگفتن که شبیه یکی از چهره های هالیوود هستید؟ شبیه کدوم یکی؟ آنجلینا جولی. چرا اتفاقا منم میخواستم بگم که شما شبیه باد اسپنسری با جسارتا این شرک شیطون. از این گوجه ها بده من ببرم کباب کنم. اونا مفتوب نمیشن ریزاشو بردار. من درشتاشو میخوام. کهنه شرده؟ نه 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 خوبم. ببین گسته سالیت محصر نخور، روی منم حساب کن. اصلا چطوره علن حساب منو به دوستانت به مشتریات معرفه کنه؟ تا این تطلب تمام بشه من در مورد شناسنامه یک کار بکنم.
ای خدا خوش باله اینا، کاش منم مثل اینا میتونستم عشق و تجربه کنم. اگه تو شوهرتو دوست نشته؟ من 15 سالم بود عشق چه میفهمیدم یعنی چی. آدم 15 ساله اصلا میفهمه عشق چیه؟ بابای من یه مرد عیالواری بود، مامانم که فوت کرد. نمیگم حالا ننه من غریبم بازی و این حرفا که به زور منو شوهر داد و اینا، نه اصلا اینجوری نبود، خیلی مرد محترمی بود، خیلی خیلی فهمیده بود. ولی من نگاه کردم دیدم که خواهر برادرام چی کار کنن، مامانم مرده، هزینه تحصیلشون چی میشه، آیندهشون چی میشه، خورد و خوراکشون، پوشاکشون. خب آدم دلش میسوزه، منم وجدان داشتم، آدم بودم. نشستم سر سفره عقد یه تاجر 80 ساله، 80 سالش بود. خیلی سخت بود قادر، خیلی، ولی احساس خوبی داشتم که خواهر برادرام راحتن. 6 ماهم بود که حامله شدم، تو همون 6 ماهگی شوهرم سکته کرد و مرد. من موندم یه بچه شیرین عقل، البته یه عالم مال و منال، ولی عشق نه. اصلا ولش کن، امشب شب جمعه است، پشت سر مرده حرف زدن، غیبت کردن درست نیست عزیزم. اینو من خودم نمیگم، ما خیلی ها میگن بعد از ازدواج عمر آدم زیاد میشه، عشق شیرین تر میشه. اینه از روانشناسا شنیدم، از مهندسین شنیدم، بعد از ازدواج عشق داغ‌تر میشه. اینا همه حرفه قادر. چی حرفه دختر؟ من خودم مرد عملم، من یه کار میکنم. اصلا شما نه یک دل، 100 دل عاشقم هم میشه. واقعا؟ بله. حالا بخن بخن. حالا بیا سنجاب شو برای من. بی خیال. سنجاب شو بشم؟ آره. تو سوسک شو؟ سوس بشم؟ چشم. وای خیلی هولناکی. گاندی آرزه لارم جزنده، آرزون جزنده گانسن. Gittin beni nazardan saldım, Allah seni nazardan salsın. Kaldı arzularım gözümde, arzun gözünde kalsın. Gittin beni nazardan saldım, Allah seni nazardan salsın. Sen gidenden aylar geçti, günler geçti, sen gelmedin. Niyam, mana golden senden sonra, ahım ola ey bir berfa. Gel beni çok rüsva etme, beni salıp tenha gitme, gitme, gitme. نفست هلی کاش یه زیرنویس میرفتی آقا قادر، ببینیم فوشی چیزی به ما نهده باشی. عزیزم این آهنج آزریه. بیا من یه دی سلفی بگیرم. من نیستم، من نیستم. بیا 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 بیا، من بهت افتخار میکنم. بح بح، من هم به شما حالتونا، من هم به شما افتخار میکنم. کاش من نادرم به سن شما برسیم، همینقدر عاشق باشیم و شاد. جانم من فکر نمیکنم اختلاف سنی چشمگیری ما با هم داشته باشیم، ولی فکر میکنم خیلی فرق کنه ها. خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حالا ما مغزمون خسته است، باید استراحت کنیم. من میگم که بریم بگیریم بخوابیم. بخوابیم؟ منم موافقم. منم موافقم. لیلی جان، جنتلمنی، برخلاف میلم، بله منم قبول میکنم. چیو؟ بریم بخوابیم. چجوری؟ خانما سوا، آقایون جدا. خیلی خوب. زنان سبا مردان جدا، زنان سبا مردان جدا، تمرکز کن مرشدیم.
قادر، قادر، لیلا، لیلی خانم، قادر، قادر من گیرم که اگیرمت، قادر، قادر، قادر. قادر، قاتل، شتر خواهر، اینجا چیکار میکنی؟ تنبل خان بیدار شدی؟ تو سرخود کجا رفته بودی؟ به خدا صدات کردم چند بار، دیدم داری استراحت میکنی، دیگه هیچی نگفتم. تو چرا من نگفتی میری بیرون؟ ها؟ به خدا چند بار صدات کردم، گفتم نادر، نادر، پاشو پاشو، کلبچ، کله پاچه، چش، زبون، بیدار نشدی به خدا، ببخشید. بابا اتفاق نیفتادش، رفتیم کله پاسه گرفتیم، آوردیم الان، من پاچه هاشو میخورم، تو هم کله هاشو بخور. اینی بدون چه اصلا بدون تو گلوغمه هم از علومه هم پایین نمیره. منظورش قابلم باشه. بیبی. ولی این خدای عجب جای باصفاییه. قابل شما رو نداره، متعلق به شماست. من اینجا همه نوع حیوان دارم. سگایش دیدین؟ آره. تاووس هم دارم. دلفین هم دارم. دلفین؟ آره دلفین. کجا؟ ته استخوابیدن. میگم بچه‌مون شنگ اومد این دفعه حیونا رو نشونش بده. باشه نشونش میدم. بچه‌ها من میگم موافقین عروسیمون رو چهارتایی یه شب بگیریم همینجا؟ آره لیلی جون ما هم خیلی عروسی دوست داریم. نادرم عروسی دوست داره، عاشق لباس عروس و لیلی و ایناییم، ولی به خاطر اخلاق داداش چنگیزم ما اصلا به این چیزا فکر نمی کن. دنی حلش میکنه مگه نه دنی؟ من پدرت در میارم. چی؟ چی گفتی؟ از اون لحاظ نمیگم، منظورم اینه چه میرم از زندان آزادش میکنم، دیهش میدم آزاد میشه دیگه. واقعا بابای من از زندان در میاری؟ آره. قادر داری چیز میگی یا داری راست میگی؟ چیز نکن، راست میگم. آره قادر، وقتی اومدی نفهمیدم کی اومد، وقتی حالا ولش کن چیزا رو. تو هم ناراحت نباش، زریان چنگیز من حل میکنه. دست شما درد نکنه. آخه به قول مهری پیس پیس کله پاچه تو بخور. کیه اینه چند بار گفتی؟ میگم دیدی بالاخره ریلیشنشیپ هم زدیم. بابا ریلکسیشن لاکشری سیبیلرم که زدی شدی کپی دانیل دی لوئیس. اشماشو ببین که سلفی بگیر. لبخند لبخند عالیه. آلی یک کاری بکنیم دیگه. میگم بگو از این عکس برعکس ها از همون بگیره داداشم. بگو بگو چنگیز خان یه عکس از ما بگیر. این دیلیت کن. قیافه خودش قیافه. میگم قدمم هم خوب بود و دخترانم شوهر دادیم رفت دیگه. قدمت مبارک. بسا عروسی همه تو مبارک. آره میگم قاطی نکنیم، هر کس مال خودش مبارک باشه. خدا رو شکر که اینجا. عروسی شما با اصل من یک میمون به تمام معناست. ای بابا شما باز به من گفتی میمون؟ نه عزیزم اصل جان، منظورم چه یک میمون مبارکه. از اون لحظه قادر جان این عروسی رو مدیون تو هم داده. ما چی کاره باشیم؟ اونا خواهرای ما، شما برادرای ما، برادرای اونا خواهرای اونا، هر کی کرده خودش کرده. گم نادر برای ماه عسلمون بریم جزیره، نه جزیره نه، جادم نه، بریم صد لطیان. نه بابا همینجا چتر رو اینجا چه خب زشت خجالت بکشه. خیلی خوب باشه، یا میریم صد لطیان یا صد امیرکبیر یا صد دز یا صد هایی که در دست احداث است. آجا چه؟ هر جا خودش سلام میدونه. خب حالا گاز نگیرین هم دیگه رو. چه؟ بابا آقا فتح رفیق اونه. از شما درد نگیرین. مبارکتون باشه، شانس آور میام. آره نگاه کن. بفرم. آی نگاه کن. میگم دوباره اشتباه نشه ما پاملوت کفش هم بخونم. شنست آمار از چه شبیه همه. تون باشه. مرسی دستتون درد نکنه. حاجی ممنون. کارپلیاتون هم داخلش ها. شوهر کجاست؟ نه نه درسته 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 اسمت رو نگاه کن عزیزم ببینم با منم آخه این اسمت رو کنی
چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ چی؟ ایبا؟ اسم دامادی بگو! دخترم اصل بدم بهش میمونتر میشه. اصل جان دارت میشه. اصل مهم نیست که شما اینجا نشستی، مهم اینه که اون تو باشه. الان اون تو چیه؟ چی بود؟ چی نوشته اونجا؟ اسمش شما خورده الان. حالا خوب شد. بیارید ایران رو بکارید. میره به هزه شاد اومد.